ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اونجوری که عنایت دارید منافقین کودل با خیالاتی که صدام و صدامیان شاید براشون درست کرده بودن و با ذهنیتی که داشتن فکر میکردن که مملکت آغوش گرم خودش رو برای اینها باز خواهد کرد و جایی گاهی دارن اینها یک حرکت و تک هماهنگ شده ای رو با عراق که از قبل هم برنامه ریزی کرده بودن توی محور قصر شیرین، سر پل ذهاب، چرند غرب و در نهایت خود اسلام آباد و این محور که گردنه چهارزبد معروف هست که 20 خورده کیلومتر تا باختران فاصله داره بیشتری کردن، ولی خیالاتی هم که داشتن توی کال که برنامه ریزی شده شون این بودش که تا همدان و قزوین و در نهایت این موجی که با جنگ روانی ایجاد میکنن تا تهران این موج رو اشاعه بدن و در نهایت این موج منجر به تصرف ایران اسلامی بشه. که این ببخشید ما هم سوال کنم با این قضیه با صحبت ها که امام کردن این آخرین پیامی که دادن این روحیه بچه ها چجوری شده؟ تغییر کرده؟ بهتر شده؟ بهتر شده؟ من حقایقی رو بگم خدمتون، همونطور که میدونید با توجه به قضیه قطعنامه پذیرش قطعنامه 598 که پیش اومد طبیعتاً یک خمودی توی نیروهای ما ایجاد شد و یک سستی ایجاد شد. دشمن فکر کرد که این سستی، این خمودگی در روحیه نیروهای ما از این که نتونستیم جنگ رو اونطوری که حضرت امام میخواستن، یعنی جنگ رو با جنگ به پیروزی برسونیم و به این قضیه کشیده شد. طبیعتاً موضعی که حضرت امام هم خودشون توی بیاناتشون اشاره کردن که من تا به امروز نظرم به همان شیوهی بود که مطرح کردم دفاع بکنیم از انقلاب اسلامی، لیکن مسائلی پیش آمد که انشاءالله در آینده روشن خواهد شد که واقعا برای بچه های حزب الله جبهه غیر مترقبه بود یک چنین مسئله و اینها با این روحیه و با این فکر بکردن که دیگه انسجام جمهوری اسلامی از هم پاچیده و بهترین فرصت هست که اینها رخنه بکنن. از جنوب اولین رخنه رو کردن که با بسیج مردم دلیر حزب الله خوزستان جلوشون گرفته شد و منطقه دیگری که از قبل روش کار کرده بودن، منطقه قصر شیرین، رجاب دالاهو، چرند غرب، سر پل ذهاب و در نهایت اشاعه این جنگ روانی به باختران. توی این قضیه همونطور که مشاهده کردید توی این مسیر خودروهای برزیلی، تویوتاهای ژاپنی و انواع اقسام تجهیزاتی که همه آکبند، خودتون مشاهده میکنید هنوز که هنوز نفر بر روشن هست توی اینجا، ریختن روی این جاده با توجه به اینکه گسترش هم نداشتن با اون ذهنیاتی که داشتن پیشروی خودشون رو شروع کردن. لیکن توی این محور به قولی یکی از برادرها، خود اینها با توجه به اینکه این جنگ روانی رو ایجاد کرده بودن و مردم هم جهت اینکه اگر این منافقین خوده قدمه نبینن سعی در این داشتن که منطقه رو خالی بکنن، چون به هر حال منطقه‌ای که جنگ شهری بشه منجر به این میشه که توی جنگ شهری یه سری تلفات از مردم وجود داره. اینها سعی کردن که شهرها رو خالی بکنن. توی این خالی سازی شهرها منافقین که با همین تجهیزات به قولی بچه ها گاز ماشین رو گرفته بودن که بیان تک بکنن برن به سمت باختران، توی این ترافیک خلقی گیر کردن. قطع کن یه تیکر رو بکنیم. خدا خیلی چند نفر هست که بگم این محمود یه دقیقه همون جو که احمد نیست محمود همون جو که احمد نه کسی نیست رو بکنیم. باز هم بالاخره مصاحبه ما با آقا سعید ناتمام میماند و حسرت ادامه صحبت‌های او بر دل ما. او یکی از پرورده‌های میدان رزم و جهاد فی سبیل الله است و اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی جز پرورش انسان‌هایی اینچنین نداشت،
باز هم می ارزید تا حزب الله جان و سر خیش را فدای حفظ آن کند. شاید من منافقی نیستم اینجا. والا دیروز هم اینجا بودن، دیگه امروز معلوم نبودن. تقریبا 10 دقیقه 20 دقیقه هست دیگه نمانده. دیگه رفتن؟ بله. چجوری رفتن؟ آبادی نیدیم. باشی بری تو ده، باشی بری یه سنه. فقط همین خط سیر بودن، میشب بودن. وای سینه هم ببرش. من تقریبا یه چند دقیقه بودن و دیگه ما نیامدیم بیرون، ترتیبیم. یا تو ما بعدشون چطور بود برزه منافقی؟ والا بعدشان خیلی ضعیف بودن. آقا نمیخوای بیا ما نخواهیم.